سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز میخوایم با هم این کلبه رو با استفاده از راپید طراحی بکنیم. من نیلوفر آهنگری هستم و اینجا حوزه نقاشیه. اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردین، لطفاً این کار رو انجام بدین و زنگوله رو بزنین. وسایلی که برای این کار نیاز داریم، اول مداد و پاک‌کنه که طرح اولیه رو رسم بکنیم. بعد احتیاج به راپید داریم که شما میتونین از راپید دائمی استفاده کنین یا مثل من یک بار مصرف. من کل این کار رو با راپید 2/10 کار میکنم. شما میتونین از 1/10 هم استفاده بکنین که نوکش ظریف تره. این مدل رو انتخاب کردم برای کار که خودش طراحیه. بعدها بهتون یاد میدم که چطور از روی عکس یه همچین طرح راپیدی رو کار بکنین. طرحم رو تو این دفترچه کوچیک میخوام بکشم. شما میتونید انتخاب بکنید که تو چه کاغذی این طرح رو اجرا بکنید. با روش شیب گرفتن طراحی مو انجام میدم. اگر که قبلا این روش رو تجربه نکردین، لینکش رو این بالا میذارم، میتونید بهش مراجعه بکنید و تمرین کنید. اگر که مشکل رسم طرحش رو ندارین، میتونید این قسمت رو رد بشین و فقط برین به قسمت سایه زدن. من تک تک خطوط کار رو شیبشون رو تعیین میکنم و منتقل میکنم توی برگه خودم تا اینکه یک طرح دقیق داشته باشم. لازمه تناسبات کار رو خیلی خوب دقت بکنیم. همونطور که میبینید روی سقف با این خط به دو قسمت تقریبا تقسیم میشه و این کار پرسپکتیو 2 نقطه داره. خطوطی که به سمت چپ میرن همگی میرن به یه نقطه میرسن و خطوط سمت راست هم به همین شکل. من قبلا پرسپکتیو رو در ویدیوی کامل توضیح دادم، لینکش بالای صفحه هست، میتونید بهش مراجعه بکنید و با من تمرین کنید. تک تک چوب های روی کلبه رو با دقت مشخص میکنم جاشون رو و دقیق اونها رو رسم میکنم که بعدن که با راپید میخوام روش کار کنم چالش تناسبات و طراحی رو نداشته باشم، فقط متمرکز بشم روی سایه ها. در رو مشخص میکنم، این قسمت رو شیب میگیرم ببینم اندازه درم چقدر باشه و بعد قسمت بدنه. ببینید این طرح در واقع پرسپکتیو 3 نقطه داره و به سمت پایین هم خطوط عمودیش میرن به یه نقطه میرسن، ولی من ترجیح میدم این خطوط رو عمودی رسم کنم چون پرسپکتیوش یه مقدار اغراق‌آمیزه و خطوط عمودیم رو موازی هم رسم کردم. دیگه به انتخاب خودتونه. طرح اصلیمون شیب خطوطش یه مقدار متفاوته، ولی خب من احساس کردم اینطوری کارم بهتر میشه. توی مناطق مرطوب این کلبه ها یه مقدار از زمین فاصله دارن. اون قسمت پایین رو که قرار داده علتش همینه و بعد یه پله جلوش گذاشته که بتونن از توی کلبه خارج بشن. اونها رو مشخص میکنم. این چوبی که این قسمت قرار گرفته اول جاشو پیدا میکنم و بعد شیبش رو میگیرم و رسمش میکنم. این پایین یه جعبه چوبی قرار گرفته که من اول اومدم رو رسمش کنم، بعد دیدم خب چه چیز بیهودهیه، تصمیم گرفتم اونجا یه خونه سگ بکشم. شما میتونید مطابق طرح اصلی کار کنین یا اینکه طرح من رو بکشین. من هر دو رو لینکشون رو توی قسمت دیسکریپشن براتون میذارم، میتونین انتخاب بکنین. خطوط روی کلبه نشون دهنده این هست که این کلبه کامل چوبیه و این خطا با هم موازی نیستن کاملا چون این طرح پرسپکتیو 2 نقطه داره. اگر که میتونین اون رو رعایت بکنین این کار رو انجام بدین، اگه نه با شیب گرفتن دونه دونه خطا رو با دقت رسم کنین. تنه درخت رو مشخص میکنم، شاخه هاش هم حدودشون رو فقط میذارم چون بعدن که طرحم رو راپیدی بکنم این مدادی ها رو همه رو پاک میکنم، فقط میخوام الان یه حدود داشته باشم. با راپیدم شروع میکنم خطای واضح و اصلی رو پر رنگ میکنم. خیلی راپید رو لازم نیست فشار بدین، یعنی اصلا نیازی نیست فشار بدین، به راحتی بهتون جوهر مطلوب رو میده. و
بنابراین به راحتی باهاش کار بکنین. اگر دوست داشتین خطوط ظریف‌تر داشته باشین، باید از راپید نمره پایین‌تر استفاده بکنین یا برای خطوط ضخیم‌تر راپید نمره بالاتر. من تمام خطوط اصلیم رو مشخص می‌کنم و بقیه رو با پاکن پاک می‌کنم. میتونینم پاک نکنین، آخر سک سایه زدین اگر چیزی ازش مشخص بود بعد پاکش بکنین. روی این کلبه چون که از چوب هست و در واقع دست سازه، خیلی خطوط باید نامنظم رسم بشن. یه نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که دقت کنین نور از کدوم طرف تابیده. ما نور رو از سمت چپ بالا داریم. اول همیشه توی هر طراحی باید جای نورتون رو مشخص بکنید که با توجه به اون بتونین سایه هاتون رو ایجاد بکنید. بنابراین هر چیزی که سمت چپ قرار میگیره روشن‌تر میشه و جایی که نور کمتری دریافت میکنه تیره‌تر میشه. این چوب‌هایی که اینجا هستن میبینید یه سری خطوط نامنظم روش رسم میکنن. اگر راپیدتون رو خیلی کم فشار بدین، خطوط رو خیلی آروم بکشین، یه مقدار خطای نازکتر بهتون میده. ولی در کل برای اینکه خطای نازکتر یا ضخیم‌تر داشته باشین، لازمه که به نمره راپیدتون دقت بکنین. هر چقدر نمرش بالاتر میره، ضخیم‌تر میشه، هر چه نمرش میاد پایین‌تر، نازکتر و ظریف‌تر میشه. میخوایی که روش زده شده مشخص میکنم، خطوطی که روش داره رو قرار میدم. ببینید همه اینا نامنظمن و یه بافتی باید روی کارم ایجاد بکنه. همونطور که گفتم نور از سمت چپه، بنابراین به این سایه ها باید خوب دقت بکنیم. الان این خونه سنگ سایش یه مقداری روی کلبه افتاده، بعد هاشورایی روی اون رو هم قرار میدم و میرم سراغ چمن. روی زمینمون چمن داره، اینها رو نباید خطوط منظم بذارین، اینو خیلی بهش دقت بکنین. خطوط کوتاه بلند تصادفی رسم میکنم و اینکه دقت کنین که تمام سطح زمین رو پر نکنین، به صورت پراکنده این چمنها رو رسم بکنین. میام سراغ این قسمت زیر این کلبه. این قسمت یه مقداری فاصله داره با زمین، بنابراین اینجا کاملا تیره میشه. هر جایی رو که میخوایم تیرگی ایجاد بکنیم، خطوط رو به هم نزدیکتر رسم میکنیم و هر جایی که میخوایم روشنتر باشه، فاصله خطها رو از هم بیشتر میکنیم. چون این راپید از نظر تون رنگ مشخصه، نمیتونه تیره تر بشه، نه کم رنگ تر بشه، نه نوکش میتونه نازک تر بشه یا ضخیم تر بشه. ما فقط همین ابزار رو برای این کار داریم و فقط میتونیم خطوط یک دست رسم بکنیم. بنابراین تنها کاری که میشه کرد برای ایجاد تیرگی روشنی اینه که فاصله خطوطمون رو تنظیم بکنیم. تنه درختم رو با توجه به بافتی که میخواستم روش ایجاد بشه، خطوطش رو افقی زدم. میتونین خطوط عمودی بذارین، دیگه اون وقت بافت تنه درخت متفاوت میشه. برگ ها رو باید از خطوط تصادفی استفاده بکنین. میتونین رفت و برگشتی بذارین، میتونین بعضی هاشو به صورت حالا فرفرهای کوچیک کوچیک قرار بدین. هر چقدر که اینا رو به هم نزدیکتر کار بکنین تیرگی ایجاد میکنن و هر چقدر بزرگتر بذارین و فاصله شون رو بیشتر بکنین، نشون میده که اون قسمت نور دریافت کرده. حدود درختم رو با راپید مشخص میکنم و بعد شروع میکنم جزئیاتش رو سایه زدن. این قسمت سمت چپ چون نور بیشتری دریافت کرده، فاصله خطوط از هم بیشتره تا اون قسمت روشن‌تر بشه. سمت راستش چون سایه افتاده، باید خطوط رو به هم نزدیکتر رسم بکنیم و پرش بکنیم.
بعد از اینکه کارمون تموم شد یه جای مناسب برای اسم و امضامون پیدا میکنیم و مینویسیم. یادتون باشه که امضای نقاش قسمتی از نقاشیشه، بنابراین مهمه که جای مناسبی قرار بگیره. خب خدمتتون عرض کنم که من واسه خودم همجور مشغول طراحی بودم و این قسمت رو زیادی پرش کردم که خودم دوستش ندارم. برای درست کردنش یه مقدار از خودکار سفید استفاده میکنم. با فشار نقطه نقطه سفیدی ها رو روی کار میذارم، اما این سفیدی ها چون به صورت برجسته روی کار قرار میگیره کار رو خراب میکنه. جاهای دیگه میبینید ما سفیدی رو از کاغذ گرفتیم. برای اینکه اصلاحش بکنم یه مقدار با راپید دورش رو کار میکنم که این سفیدی ها کوچیک کوچیک از بین سیاهی ها مشخص بشن. اینو این قسمت براتون گذاشتم که اگر مثل من به مشکل برخوردین بدونین که باید چی کار بکنین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کنین و اگر دوست دارین در درس های بعدی با ما همراه باشین سابسکرایب کنین. خیلی ممنونم از کامنت های پر انرژیتون. شاد و سلامت باشین.